Mr. Secretary General. آقای دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای رئیس جلسه رهبران جهانی و مدعوین گرامی، خوش آمدید به نیویورک. این برای من مایه افتخاره که اینجا در شهر خودم بایستم به عنوان نماینده ملت آمریکا که سخنرانی بکنم خطاب به مردم جهان، در حالی که میلیون ها شهروند ما هنوز متحمل اثرات طوفان های قدرتمند دریایی هستند که به کشور ما ضربه زده. میخوام اول مراتب تحسین خودم رو ابراز بکنم از تمام رهبران در این تالار که کمک رو ارائه دادند و پیشنهاد کمک کردند. مردم آمریکا سر برخواهند خواست از این دشواری ها مصممتر از قبل. خوشبختانه ایالات متحده بسیار از روز انتخابات قبل در 8 ماه نوامبر کارش خوب بوده. بازار بورس به بالاترین حد رسیده که پیشینش بدون سابقه است. میزان بیکاری در پایین‌ترین سطح 16 سال اخیر و به خاطر اینکه اصلاحاتی در مقررات دادیم، آدمای بیشتری شاغل هستند در آمریکا الان تا نسبت به همیشه در قبل. شرکت‌ها دارن برمیگردن به آمریکا، مشاغل رو خلق می‌کنن. نوع رشد مشاغلی است که قبلا در آمریکا به این صورت دیده نشده و همین الان اعلام شده که ما حدود 700 هزار میلیارد دلار صرف مخارج نظامی و پدافندمون خواهم کرد. ارتش ما به زودی قوی ترین خواهد بود که در تاریخ آمریکا بوده. در دوران صلح و جنگ، رهبران کشورها و رهبران مذهبی در برابر این تالار ایستادن، درست مثل تالاری که امروز من صحبت میکنم. من میخوام صحبت کنم راجع به خیلی تهدیدهایی که متوجه ماست، ولی همینطور ظرفیت بالقوه بزرگی که همیشه آماده است که ازش استفاده بشه. ما در دورانی زندگی میکنیم که فرصتهای زیادی هست، فوق‌العاده‌ای هست، پیشرفت در علم، در دانش، در علوم پزشکی بیماری ها رو مداوا میکنه و مسائل و معضلاتی رو حل میکنه که نسل‌های قبلی فکر نمی‌کردن انجام بشه. ولی هر روز این خبرها رو به همراه میاره که خطرات فزاینده‌ای وجود داره. متوجه همه چیزایی که گرامی داریم، تروریست‌ها و افراطیون دارن اشاعه میدن کارشون رو در همه مناطق دنیا. رژیم های یاغی که اینجا هم نماینده دارن، نه تنها از تروریست حمایت میکنن، بلکه کشورهای دیگر رو تهدید میکنن و ملت خودش رو با مخربترین تسلیحاتی که انسان شناخته. دولت‌های خودکامه میخوان که ارزش‌ها رو متزلزل بکنن، ساختارها رو و اتحادیه‌ها رو از بین ببرن که جلوی بحران‌ها رو میگرفت و دنیا رو به طرف آزادی سوق میداد از جنگ جهانی دوم به بعد. شبکه های جنایی بین المللی که مواد مخدر و انسان ها رو قاچاق می کنن و مهاجرت های اجباری ایجاد می کنن، مرزهای ما رو تهدید قرار می دن و انواع جدید تعرضی که استفاده می کنه از فناوری برای تهدید شهروندانمون. ما در زمانی اینجا ملاقات کردیم که هم وعده های بالا بلندیه و هم در واقع دردسرهای بالا بلندی. بر عهده ماست که آیا دنیا رو ارتقا بدیم یا اجازه بدیم که سقوط بکنه و بره به یک دره ویرانی کامل. ما در حیطه قدرت خودمون داریم که ارتقا بدیم، خیلی ها رو از سطح فقر به بالا بیاریم و تضمین بکنیم که نسل های بعدی کودکان ما آری از خشونت رشد و نمو کنن، آری از خشونت، آری از تبعیض و بیم و هراس. این نهاد در پیامد دو جنگ جهانی شالوده ریزی شد برای شکل دادن به آینده بهتر. متکی بود برای بینش که کشورها میتونن با یکدیگر همکاری بکنن، بتونن امنیت خودشون رو حفظ بکنن و پیش ببرن رونق و کامیابیشون بود. در همون دوره بود، حدود 70 سال پیش، که ایالات متحده برنامه مارشال رو ترویج داد برای اعاده رونق به اروپا. اون سه ستونی که در اونجا بود، ستونهای تمامیت،
امنیت و رونق و کامیابی، اینا سه ستون اصلی هستند. این فکر واقعا نجیبانه که دولت بتونه همه امن باشن، کشورها مستقل باشن و قوی و آزاد باشن. همونطور که پرزیدنت ترومن در پیامش به کنگره گفت در اون دوره، حمایت ما از اعاده یا از بازسازی اروپا در واقع به منزله حمایت از سازمان ملل و موفقیت سازمان ملل مربوط به قدرت انفرادی کشورهای عضو. برای اینکه ما بتونیم به اون وعده آینده دست پیدا بکنیم، باید آغاز بکنیم با این منطقه که موفقیت ما متکی بر ائتلاف کشورهای مستقل ولی قوی که این فرصت رو در آغوش بگیرن برای پیشبرد صلح و امنیت و رونق و کامیابی برای خودشون و برای جهان. ما انتظار نداریم که خیلی از کشورها همون ساختارهایی رو داشته باشن که با ما شریک و سهیم باشن، ولی از همه کشورها میخوایم که از تمام این چیزها پیروی بکنن، که احترام بگذارن به منافع ملل خودشون و همینطور حقوق کشورهای مستقل دیگر رو رعایت بکنن و به رسمیت بشناسن. این چیز جالبیه در این نهاده و شالوده همکاری و موفقیت. کشورهای مستقل و مستحکم و قوی با ارزش‌های متنوع، با فرهنگ‌های گوناگون و رویاهای متفاوت، نه فقط همزیستی بکنن، بلکه شانه به شانه یکدیگر کار بکنن بر اساس احترام متقابل. کشورهای قوی، بگذارید که ملت‌های شما بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و کشورهایی که تمامیت کامل دارن اجازه میدن که افراد بتونن به تنهایی رونق پیدا بکنن، شکوفا بشن، درست با همون چیزی که خدا خواسته. ما در آمریکا نمیخوایم که سبک زندگیمون رو تحمیل بکنیم به کسی، بلکه میخوایم که فقط منور باشه به عنوان یک الگویی برای دیگران. این هفته به ما این دلیل ویژه‌ای رو به ما میده که مفتخر باشیم از این نظر. ما گرامی میداریم 230 سالگرد قانون اساسی رو، قانون اساسی ما رو که قدیمی ترین قانون اساسی که در دنیا مورد استفاده است امروز. این مدرک پایه و اساس رونق و صلح و آزادی بوده برای میلیون‌ها نفر گرداگرد جهان. کشوراشون الهام گرفتن از قانون اساسی، احترامش به کرامت انسانی و حکومت قانون. قانون اساسی آمریکا مهمترین چیزش، مهمترین سه کلمه اولش، ما مردم، که البته به فارسی میشه دو کلمه، ما مردم، ما فداکاری کردیم که ارزش‌های اون واژه‌ها رو نگه داریم، وعده ارتقای کشور ما رو و تاریخ ما رو. مردم حکمران هستن، مردم حکومت میکنن، مردم تمامیت دارن. من انتخاب شدم نه اینکه قدرت به دست بگیرم، بلکه قدرت رو به دست شهروندان آمریکا بسپارم. در امور خارجی ما داریم این مسئله تمامیت رو تمدید می‌کنیم. اولین وظیفه حکومت ما وظیفه خدمت به نیازهای شهروندان ماست. حقوقشون رو حفظ کنیم، امنیتشون رو حفظ بکنیم و دفاع بکنیم از ارزش‌های ملت خودمون. به عنوان رئیس جمهوری آمریکا همیشه من آمریکا رو در اولویت قرار خواهم داد، همونطور که شما به عنوان رهبران کشورهای خودتون همیشه و باید کشور خودتون رو در تقدم قرار بدید. تمام رهبران مسئول یک تعهدی دارن که خدمت بکنن به شهروندان خودشون و این بهترین راه برای ارتقاء شرایط انسانی. ولی برای اینکه زندگی بهتری به ارمغان بیاریم برای مردم خودمون، باید با یکدیگر همکاری کنیم، با هماهنگی کامل، با یک پارچگی که خلق بکنیم یک آینده امن‌تر برای همه ملل. ایالات متحده برای همیشه دوست تمام دنیا خواهد بود.
و به ویژه دوست متحدانش. ولی ما نمیتونیم از ما سوء استفاده بشه یا وارد توافقهای یک جانبه بشه که ایالات متحده هیچ چیز کسب نکنه. تا موقعی که من در این متصدی این کار باشم، از منافع آمریکا بر فراز همه چیز دفاع خواهم کرد. ما باید در واقع تعهد به که ملت خودمون رو دنبالش باشیم. به نفع هم است دنبال آینده‌ای باشن که تمام کشورها مستقل باشن، کامیاب باشن و ایمن باشن. آمریکا فقط حرف نمیزنه راجع به ارزش‌هایی که در سازمان ملل صحبت میکنه. شهروندان ما بیشترین فداکاری رو کردن، بهای گزافی پرداختن برای دفاع از آزادی ما. برای کسانی که اینجا نماینده دارن، فداکاری آمریکا در میادین جنگ دیده میشه، جایی که از مردان و زنان جوان ما پیکار کردن و فداکاری کردن در کنار متحدان ما، از سواحل اروپا تا بیابان‌های خاورمیانه تا جنگل‌های آسیا. این در واقع یک اعتبار بی انتهاست برای شخصیت آمریکا که حتی بعد از اینکه ما متحدان ما پیروز شدیم در خونبارترین جنگ در تاریخ، نرفتیم دنبال توسعه ارضی یا اینکه سعی بکنیم تحمیل بکنیم سبک زندگیمون رو بر دیگران. به جاش اومدیم کمک بکنیم به شالوده‌ریزی نهادهایی مثل همین نهاد که دفاع بکنه از تمامیت و امنیت و رونق و کامیابی همه. برای کشورهای متنوع دنیا این امید ماست. ما میخواییم هماهنگی و دوستی داشته باشیم، نه بحران و درگیری. رهنمون ما پیامدهاست، نه ایدئولوژی ها. ما سیاستی داریم که سیاست متکی بر اصول واقع‌گرایی که ریشه داره در آرمان‌های مشترک و ارزش‌های مشترک. این واقع‌بینی ما رو مجبور می‌کنه که این مسئله رو که رویاروی هم است باش روبرو بشیم. در این رهبرانی که در این تالار هستند، سوالی که نمیتونیم از دستش بگریزیم. ما از مسیر بی حرکتی پایین خواهیم رفت اگر به این چالش ها نرسیدیم، چالش هایی که مواجه ماست. آیا قدرت و افتخار و سربلندی به اندازه کافی داریم که با این چالش ها روبرو بشیم که شهروندان ما بتونن بهره‌مند بشن از رونق و کامیابی و صلح فردا؟ اگه ما تصمیم بگیریم که ارتقا بدیم شهروندان خودمون رو و ملهم باشیم از تاییدگاه تاریخ، باید وظایف خودمون رو بهش متحد باشیم، کسانی که خادمشون هستیم. ما باید حفظ و حراست بکنیم کشورامون و منافعمون و آیندمونه. باید رد و تکذیب بکنیم هر گونه تخطی جاهایی مثل دریای چین جنوبی و اوکراین رو. ما باید حکومت قانون رو ازش احترام کنیم، حکومت برای مرزها و برای فرهنگ ها رو، احترام برای فرهنگ ها رو. و در حالی که شالوده ریزان این تالار در نظر داشتارن، باید با یکدیگر همکاری بکنیم و مقابله کنیم با یکدیگر اونهایی که ما رو تهدید میکنن با هرج و مرج و با تنش و تروریسم. یک رژیم های یاغی انگوش شماری هستند که تمام اصول سازمان ملل رو پایمال می کنن. شهروندان حقوق خودشون رو می دونن. اگر کسانی جلوی آدم‌های شرور نگیریم یا طرف‌های شرور نگیریم، وقت شرارت غالب خواهد شد. وقتی کشورهای شرافتمند کنار می‌ایستند و کاری نمی‌کنند، نیروهای مخرب قدرت بیشتری پیدا می‌کنند. هیچ کس نشون نداده به اندازه ما، هیچ کس به اندازه رژیم کره شمالی بی توجه نبوده نسبت به کشورهای دیگه. مسئول گرسنگی و مرگ از گرسنگی میلیون ها کره و شکنجه و کشتار و سرکوب آدم های زیادی در کره شمالی. ما شاهد سوء استفاده مرگبار این کره شمالی بودیم
موقعی که یک دانشجوی دانشگاه آمریکایی اوتو وومبر برگردونده شد از کره شمالی به آمریکا و اومد چند روز بعد از بازگشت به آمریکا درگذشت. ما این رو دیدیم در ترور برادر دیکتاتور که استفاده کردن از عناصر گاز در یک فرودگاه بین المللی. ما دیدیم که اونها آدم ربایی کردن، یک دختر 13 ساله ژاپنی رو از یک ساحل ژاپن ربودن تا او رو به بردگی بکشن به عنوان یک معلم زبان برای جاسوسان کره. تعقیب بی‌محابای تسلیحات هستی از سوی کره شمالی تهدیدی برای تمام دنیا با اصلا از کف رفتن غیر قابل زندگی انسان‌ها تهدید اون هستش. نمیتونیم کشوری رو ازش حمایت بشه که تمام دنیا رو با بحران هسته‌ای تهدید میکنه. هیچ کشوری در دنیایی هیچ کشوری به نفعش نیست که ببینه همچین کشوری مثل کره شمالی خودشو مجهز کنه به کره شمالی. ایالات متحده شکیبازی زیادی داره، ولی اگه لازم باشه از خودمون و متحدانم خون دفاع بکنیم، گزینه نخواهیم داشت مگر اینکه به کل ویران بکنیم کره شمالی. مرد راکتی الان رفته توی مأموریت مرگ طلبانه برای خودش و برای رژیمش. ایالات متحده آمده است، کاملا حاضر و آماده است. امیدواریم که این لازم نباشه. این چیزیست ماهیت سازمان ملل متحده. به همین خاطر که سازمان ملل هست. ببینیم که چی کار میکنن این دفعه. زمان اون رسیده که کره شمالی متوجه بشه که غیر هسته‌ای شدن اون کشور تنها راه آیندهشه. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً با رأی 15-0 قطعنامه‌های ضد کره شمالی تصویب کرد و من میخوام از روسیه و چین تشکر کنم که پیوستند به این رأی برای وضع تحریم‌ها همراه با اعضای دیگر شورای امنیت تحریم علیه کره شمالی. ولی ما باید کار بیشتری بکنیم. زمان اون رسید که تمام کشورها با یکدیگر کار بکنن که رژیم کیم اونگ جون رو منزوی بکنن تا زمانی که رفتار خصمانه‌اش رو کنار بگذاره. ما با این تصمیم روبرو هستیم، نه فقط در مورد کره شمالی، بلکه واقعا موقعش رسیده که با یک کشور بی‌محابای دیگه هم صحبت کنیم. در مورد صحبت دیگر کشوری که میگه مرگ بر آمریکا، کشوری که میخواد اسرائیل از بین بره و برای بسیاری از کشورهای دیگر در اینجا تهدید میکنه. رژیم ایران در واقع نقابی از فساد جلوی رهبرانی که خودشون رو به حمایت از دموکراسی زدن. یک کشوری رو که فرهنگ غنی رو داره تبدیل کردن به کشوری یاغی که کاملا از نظر اقتصادی دچار ضعفه، که صادراتش خشونت و خونریزی و هرج و مرج. بزرگترین کسانی که صدمه میبینن از سوی رهبران ایران خود مردم ایران هستن. به جای اینکه استفاده بکنه از منابعش که بتونه زندگی ایرانی ها رو بهبود بکنه، منافع نفتیش میره برای تامین اعتبار مالی برای حزب الله و گروه های دیگری که مسلمانان بیگناه حمله میکنن و عرب رو مورد حمله قرار میدن و اسرائیلیا رو حمله قرار میدن. این ثروتی که واقعا متعلق به مردم ایران هست همینطور مورد استفاده قرار میگیره برای تقویت رژیم اسد، جنگ یمن و خدشه وارد کردن به صلح در تمامی منطقه خاورمیانه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که یک رژیم قاتل به این فعالیت‌های بی‌ثبات کنندش ادامه بده و همون موقع موشک بسازه، و نمیتونیم دنبال توافقی بریم اگه پوششی و در واقع پنهانگاهی باشه برای اینکه بتونه به یک برنامه هسته‌ای دست پیدا بکنه. توافق هسته‌ای یکی از بدترین و یک طرفه ترین معادله هایی بود که آمریکا هرگز وارد شده.
واقعا صادقانه بگیرم، اون توافق مایه خجالت ایالات متحده است و من فکر نمی کنم که آخرین حرف رو در موردش شنیده باشه. زمان اون رسیده که تمام دنیا به ما ملحق بشه که بخواد که دولت ایران به پایان دیگه دنبال تخریب و مرگ نره. دنبال این رژیم باید تمام شهروندان آمریکایی و شهروندان دیگر کشور رو که به صورت غیر منصفانه در اسارت دارن آزاد بکنه و دولت ایران باید از دست برداره، از حمایت از تروریسم خدمت کنه به مردم خودش و تمامیت همسایگانش رو به رسمیت بشناسه. همه میدونند که مردم ایران، مردم خوب ایران خواهان تغییر هستند. مردم ایران درست همون چیزی هستند که رهبران ایران بیش از هر چیزی ازش میترسن. همین باعث میشه که رژیم ایران محدود بکنه دستیابی به اینترنت و ماهواره ها رو خراب بکنه، دانشجویان غیر مسلح رو هدف گلوله قرار بده و زندون بکنه، زندونی بکنه ناراضیان اصلاح طلب رو. چنین رژیمی نمیتونه همیشه دائم ادامه بده. زمانی خواهد رسید که دولت، مردم میتونن یک گزینه داشته باشن که آره برن دنبال همچنان گرفتار خونریزی و فقر باشن، یا که دولت ایران برگرده به ریشه های سربلند به عنوان که مرکز فرهنگ و تمدن که مردم ایران بتونن کامیاب باشن، شادمان باشن، رونق داشته باشن. رژیم ایران حمایتش از تروریسم کاملا متضاد با بسیاری از فعالیت های همسایگانش برای مبارزه با تروریسم. عربستان سعودی، من این افتخار رو داشتم که سخنرانی بکنم در برابر رهبران بیش از 50 کشور عرب و مسلمان. به توافق رسیدیم که تمام کشورهای مسئول باید با یکدیگر همکاری کنند، مقابله کنند با تروریسم و افرادگرایی اسلامی که ملهم اونهاست، الهام کننده اونهاست. ما می‌خوایم جلوی تروریسم رادیکال اسلامی رو بگیریم، بلکه نمیتونیم اجازه بدیم که کشورهای ما رو از هم بپاشه و تمام دنیا رو از هم بپاشه. ما باید اجازه ندیم که پناهگاه داشته باشن تروریست‌ها، تأمین مالیشون رو قطع کنیم، هر گونه حمایت از اونا رو قطع کنیم برای اقدامات و از ذهنیت شرورانه‌شون. بعد اونها رو بیرون برونیم از کشورمون. زمان اون رسیدیم که آشکار بکنیم تمام اونهایی رو که حمایت میکنن و تأمین اعتبار مالی میکنن برای گروه تروریست مثل القاعده، حزب الله، گروه طالبان و دیگران که قتل عام میکنن آدمهای بیگناه را. ایالات متحده و متحدانش با یکدیگر همکاری میکنن در سراسر منطقه که تروریست های در حال زوال رو له و لورده بکنن و تمام پناهگاه های اونا رو که مورد استفاده قرار میدن برای حمله به همه ما، اونا رو ازشون بگیریم. ماه گذشته من یک استراتژی تازه برای پیروزی در جنگ علیه این نیروی شرور اعلام کردم در افغانستان. از الان به بعد منافع امنیتی ما نشون خواهد داد که باید چه مدتی طول بکشه، نه اینکه چارچوب های زمانی سرسرانه که قبلا سیاستمدارا تصمیم گرفتن در موردشون. تمام مقررات جنگ رو برای خودمون تغییر دادم در جنگ علیه طالبان و جنگ علیه گروه های تروریست دیگر. در سوریه و عراق ما به پیروزی‌های زیادی دست پیدا کردیم، برای اینکه نهایتا داعش رو شکست بدیم برای همیشه. کشور ما بیشتر علیه داعش طی 8 ماه اخیر پیروزی کسب کرده طی چند سال اخیر در جمع. ما جویا و پویای کاهش مناقشه هستیم در مسئله سوریه و یک چاره اندیشی سیاسی که در واقع پاسخگو باشه به اراده مردم سوریه. اقدامات جنایتکارانه رژیم بشار اسد از جمله استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مردم خودش، حتی کودکان بیگناه، شوک‌آوره برای وجدان هر آدم با کرامتی. هیچ جامعه‌ای نمیتونه ایمن باشه اگر تسلیحات شیمیایی که ممنوع شده اشاعه پیدا بکنه. به همین دلیلی که ایالات متحده یک حمله موشکی کرد
علیه پایگاه هوایی که اون حملات شیمیایی از سوریه از اونجا منشأ گرفته. ما قدر میدونیم نهادهای سازمان ملل متحد رو که کمک‌های دوستانه قرار میدن در جایی که از شر داعش خلاص شده، به خصوص در اردن، ترکیه و در لبنان. تشکر میکنیم از اونها به خاطر نقشاشون در پذیرایی پناهندگان بحران سوریه. ایالات متحده کشوری که حس همدردی داره و میلیاردها دلار خرج کرده برای کمک به حمایت از این گونه تلاش‌ها. ما برداشتی رو دنبالش هستیم که بتونیم اسکان دوباره پناهندگان به طوری انجام بشه که این آدم‌هایی که واقعاً متحمل رنج و آلام زیادی شدن نهایتاً بتونن به کشور خودشون برگردن که بخشی از شیوه بازسازی و روند بازسازی کشورشون باشن. هزینه اسکان دیگر بار یک پناهنده در آمریکا، ما به خاطر پولی که برای اون داریم ما میتونیم 10 برابر پول اسکان دیگر بار رو در کشور خودشون بدیم. ما کمک مالی می‌کنیم به کشورهایی که میزبان پناهندگان هستیم و حمایت می‌کنیم از توافق کشورهای گروه G20 که بتونن پناهندگانی رو که نزدیکترین ممکن به کشورشون هستن بپذیرن. این یک کار انسان دوستانه و مسئولانه است. طی دهه‌ها ایالات متحده با این جور چالش‌ها روبرو بوده اینجا و در نیمکره غربی. ما فرا گرفتیم که در دراز مدت موقعی که مهاجرت غیر قابل کنترل باشه غیر منصفانه است، هم برای کشورهایی که پناهنده میفرستن هم برای کشورهایی که دریافت میکنن. برای کشورهایی که میفرستن طبعا کم میکنه اینکه بالقوه برن دنبال اصلاحات و هزینه غیر قابل تصوری اون وقت هست برای کشورهایی که دریافت میکنن، به خاطر اینکه کشورهایی که خودشون درآمد کم دارن اون وقت باید این هزینه رو بپردازن. من میخوام گرامی بدارم کار سازمان ملل متحد رو برای رسیدگی به این مسئله، مسئله‌ای که باعث میشه مردم از کشورهای خودشان بگریزن. ایالات متحده و اتحادیه آفریقا مأموریت‌های صلح‌بانی را رهبری کردند که کمک‌های واقعاً پرارزشی داشته در تثبیت بحران‌ها در آفریقا. ایالات متحده همچنان از نظر کمک‌های دوستانه کشور اول جلوگیری از گرسنگی عمومی و اقدامات امدادگرانه در جنوب سودان، در سومالی، در نیجریه و در یمن، در شمال نیجریه. ما سرمایه‌گذاری کردیم در فرصت‌های بهداشتی بهتر برای کشورهای دیگر از طریق برنامه‌های مثل پپفار که تأمین اعتبار مالی می‌کنه برای مبارزه با بیماری مثل ایدز و مالاریا، کمک می‌کنه به امنیت بهداشت جهانی. کمک کردیم برای پایان دادن به بردگی مدرن و برای ایجاد کارآفرینی برای بانوان که گوشه‌ای از تعهد ما برای قدرت بخشیدن به زنان در سراسر جهان. ما همچنین سپاسگزاری می‌کنیم از دبیر کل سازمان ملل متحد به خاطر اینکه متوجه شده که ایالات متحده باید دچار اصلاح بشه اگه بخواد کارا باشه در و متحدی باشه در برابر تهدیدهایی که متوجه کامیابی و رونق و امنیت هست. خیلی وقتا تمرکز روی مسئله نبوده، بر دیوان سالاری بوده بیشتر و بر کاغذ بازی. خیلی وقتا کشورهایی بودند که سعی کردن خدشه وارد بکنن و خود اونا در واقع رو بودن درست همون ساختاری رو که قراره بهشون کمک بکنه. این مایه شرمساری بزرگی برای سازمان ملل متحد که بعضی دولت‌ها با نقض حقوق بشر در شورای امنیت ملی کرسی دارند، در شورای حقوق بشر کرسی دارند. ایالات متحده یکی از 193 کشور عضو سازمان ملل، ولی ما 22% بودجه کامل سازمان رو میدیم و حتی بیشتر. ما بیشتر از هر کشور دیگه که متوجه میشه پول میدیم.
به صورت غیر منصفانه ای ما بار مالی رو روشونه خودمون داریم. ولی اگه ما میتونست، اگه سازمان ملل میتونست به تمام اهداف مشخصش برسه، به خصوص در رابطه با صلح، این سرمایه گذاری ارزشش رو داره. بخش عمده ای از دنیا گرفتار بحرانه و خیلی ها واقعا انگار در جهنم قرار گرفتن، ولی آدم های قدرتمند در این تالار تحت رهنمودهای سازمان ملل متحد میتونن بسیاری از این مسائل واقعا سرتاپا بدتینتی و شرارت رو حل و فصل بکنن. سازمان ملل متحد میتونه پاسخگو باشه و میتونه در واقع مدافع کرامت انسانی و آزادی گرداگرد جهان باشه. ما معتقد هستیم که هیچ کشوری نباید به صورت غیر منصفانه از نظر نظامی، از نظر مالی باری به دوش بکشه. کشورهای دنیا باید نقش بزرگتری داشته باشن برای کمک به امنیت، رونق و کامیابی در مناطق خودشون. به همین خاطره که در نیمکره غربی ایالات متحده ایستاده است علیه رژیم بی‌ثبات کننده و فاسد کوبا و می‌خواستیم که مردم کوبا در آزادی زندگی بکنند. دولت من اخیراً اعلام کرد که ما تحریم‌ها رو علیه دولت کوبا بر نخواهیم چید تا وقتی اصلاحات اساسی انجام بده. همینطور تحریم‌های روا کردیم علیه رژیم مادورا در ونزوئلا که یک کشوری رو که زمانی در حال رونق بود در آستانه ورشکسته کامل قرار داده. دیکتاتوری سوسیالیست نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا آلام زیادی به همراه آورده برای مردم خوب اون کشور. این رژیم فاسد خراب کرده یک کشور کامیاب رو، یک ذهنیت ناکام رو تحمیل کرده که منتهی شده به فقر و بدبختی در هر جایی که به محک آزمایش قرار داده شده. باید با مردم خودش در واقع درگیره. قدرت می‌دزده از نمایندگان قانونی مردم تا بتونه حفظ و حراست بکنه این حکومت فاجعه بارشو. مردم ونزوئلا از گرسنگی می‌میرن، کشورشون از هم پاشیدنه. نهادهای دموکراتیک کاملا دارن از بین میرن در ونزوئلا. وضعیت کاملا غیر قابل پذیرشه و ما نمیتونیم همینطور بی و تماشا بکنیم. به عنوان یک همسایه مسئول و به عنوان یک دوست، ما و همه دیگران با این هدف رو داریم. این هدف اینه که کمک بکنیم که مردم ونزوئلا آزادیشون رو اعاده بکنن، کشورشون رو بازسازی بکنن و دموکراسیشون رو اعاده بکنن. من میخوام تشکر کنم از رهبران در این کشور که محکوم کردن رژیم ونزوئلا رو و کمک‌های ضروری برای مردم ونزوئلا فراهم آوردن. ایالات متحده گام‌های مهمی برداشته برای اینکه پاسخگو حساب بکنه رژیم ونزوئلا رو. ما آماده‌ایم که اقدامات بیشتری بکنیم اگه حکومت ونزوئلا ادامه بده به تحریم یک حکومت خودکامه بر مردم ونزوئلا. ما خوشبختانه روابط بازرگانی خیلی خوبی داریم با بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که اینجا نمایندگانشون هستند. پیوندهای اقتصادی ما یک شالوده محکمیه برای پیشبرد صلح و رونق و کامیابی برای همه کشورهای ما و برای همه همسایگان ما. از همه کشورها میخواهم، نه که اینجا نماینده دارن امروز، که آماده باشن که کار بیشتری بکنن برای رسیدگی به این بحران به راستی واقعی. ما خواهان اعاده کامل دموکراسی هستیم و آزادی‌های سیاسی در ونزوئلا هستیم. در مورد ونزوئلا نیست که سوسیالیسم طور بدی به کار رفته. سوسیالیسم به صورت اتفاق خیلی درست به کار اومده. از کوبا تا ونزوئلا، هر جایی که سوسیالیسم واقعی یا کمونیسم به کار رفته، منتهی شده به اضطراب و ناکامی
و بی‌ثباتی. کسانی که این ذهنیت واقعا غیر معتبر رو پیش میبرن فقط کمک میکنن به ادامه رنج و آلام کشورهایی که تحت این حکومت هستن. آمریکا کنار اونهایی میستا که کسانی که زیر یک یوغ یک حکومت خشونت بار هستند، ما کنار اونها میستیم و خواهان اقدام هستیم. همه سزاوار دولتی هستند که همدرد باشه و غمخوار اونها باشه، برای کامیابی اونها قصه بخوره. ما خواهان پیوندهای بازرگانی بیشتر هستیم با تمام کشوری که حسن نیت دارن، ولی این تجارت باید منصفانه باشه. خیلی وقتا به مردم آمریکا گفته میشد که این توافقهای قولاسا بدونی که کسی پاسخگو باشه و با دیوان سالاری های بزرگ میگفتن که اینا بهترینه برای اشای توفیق شما، ولی در حالی که اون وعده ها در واقع از بین رفت، میلیون ها شغل از بین رفت، هزاران کارخانه ناپدید شد and broke the rules. خیلی ها مقررات رو زیر پا گذاشتن و یک طبقه ای که متوسطی که یک زمانی پای و اساس جامعه آمریکا بود به بوته فراموشی سپرده شد، ولی دیگر الان به بوته فراموشی سپرده نمیشد و هرگز فراموش نخواهند شد. در حالی که آمریکا جویا و پویای همکاری خواهد بود و تجارت با کشورهای دیگر، ما تجدید میکنیم تعهد خودمون رو به اولین وظیفه هر دولت، وظیفه شهروندان خودمون. این پیوند ما ریشه قدرت آمریکاست و هر کشور مسئول دیگری که نمایندگان اینجا داره امروز. اگر این سازمان قرار باشه امید موفقیتی داشته باشه برای مقابله با چالش‌هایی که در برابر داریم، این متکی خواهد بود، همونطور که پرزیدنت ترومن گفت حدود 70 سال پیش، متکی خواهد بود برای مستحکم بودن مستقل اعضاش. اگه قراره در آغوش بگیرم فرصت‌های خوب آینده رو و بتونیم آینده‌ای با هم بسازیم، هیچ چیزی نمیتونه وجود داشته باشه مجز یک کشور مستقل کاملا آزاد، کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در سرنوشت خودشون، کشورهایی که میخواهند متحد باشن، دوستشون باشن، و مهمتر از همه کشورهایی که میزبان میهن پرستانی باشند که حاضر باشند فداکاری کنند برای کشورشون، برای هممیهنانشون و برای همه کسانی که کمک میکنه به روحیه انسانی. با توجه به پیروزی که منتهی شد به شالوده ریزی این نهاد، باید یادمون باشه که تمام اون قهرمانان گذشته که برای کشورها جنگیدن، واقعا برای کشوری که دوست داشتن جنگیدن. میهن پرستی در واقع رهنمون ها بود، باعث شد که فرانسوی ها برای یک فرانسه آزاد بجنگن، یا برای اینکه بریتانیا ها محکم بایستند برای اینکه بریتانیا را حفظ و حراست بکنن. ما در ذهن خودمون هم همچین فکر میکنیم. اگر ما خانواده های قوی و جوامع آزاد و جوامع سالمی برای خودمون نسازیم، هیچ کس نمیتونه این کارو برای ما بکنه. ما نمیتونیم منتظر بشیم کسی دیگه این کارو بکنه. کشورهای خیلی دور یا دیوان سالاری های خیلی دوردست، ما نمیتونیم منتظر اونا بشیم. ما باید مسائل خودمون رو حل بکنیم تا رونق خودمون رو بهش دست پیدا کنیم، آینده خودمون رو تضمین بکنیم، و الان اون وقت چیزهایی خواهیم ساخت که آسیب پذیر باشه در برابر تسلط دیگران. برای مردم همه دنیایی که امیدوارن برای زندگی‌های بهتر برای خودشون و بچه‌هایشون، پیام آمریکا یک پیام خیلی ساده است. آیا ما همچنان میهن پرست هستیم؟ آیا کشورمون اونقدر دوست داریم که تمامیتش رو حفظ بکنیم و واقعا خودمون صاحب آینده کشورمون بدونیم؟ آیا واقعا اونقدر کشورمون رو دوست داریم که منافعش رو حفظ و حراست کنیم، فرهنگش رو حفظ و حراست بکنیم و تضمین بکنیم یک جهان صلحی رو برای شهروندان؟
یکی از بزرگترین میهن پرستان آمریکا جان ادامز نوشت که انقلاب آمریکا کارا بود قبل از اینکه اصلا جنگ شروع بشه. انقلاب در ذهن و افکار و قلوب مردم بود. این لحظه بود که آمریکا بیدار شد. موقعی که نگاه کردیم به اطراف خودمون و درک کردیم که ما یک کشور هستیم. متوجه شدیم که ماهیت ما چیست، ارزش ما چیست و چه کاری، چه فداکاری رو خواهیم کرد، زندگیمون رو وقف دفاع از اون خواهیم کرد. در همون لحظات اول داستان آمریکا نشون دهنده اون چه که میسر هست. موقعی که آدم‌ها در واقع میگویند آینده ما متعلق به ماست، آمریکا در میان بزرگترین نیروها بوده برای امور خیریه و برای دفاع از تمامیت و رونق و کامیابی برای همه. ما الان خواستار این هستیم که یک بیدار باش تازه‌ای باشه برای کشورها، برای تجدید حیات روح و روانشون، سربلندیشون، شهروندانشون و میهن پرستیشان. تاریخ از ما میخواهد که ما بپرسی که آیا شما از پس این وظیفه برمی آیید؟ پاسخ ما یک تجدید اراده خواهد بود، کشف دیگربار اراده خواهد بود و تولد دیگربار فداکاری و وقف خودمون برای اینکه دشمنان رو در واقع شکست بدیم و ظرفیت بالقوه زندگی رو باز بکنیم، به دنیایی در دست برسیم که کشورهای مستقل مفتخر باشه، که خواهان دوستی باشن، وظایف خودشون رو بهش عمل بکنن و دنبال آرمان مشترک باشه در جهت منافع همه، آینده از کرامت و صلح برای مردم تمام کره زمین. این بینش راستین سازمان ملل متحده، این اندیشه کهن دیگرین و آمالی که در بطن همه روح و روان ما قرار داره. بنابراین بگذارید این ماموریت ما باشه، بگذارید این پیام ما خطاب به دنیا باشه. ما با یکدیگر پیکار خواهیم کرد، با یکدیگر فداکاری خواهیم کرد و در کنار یکدیگر خواهیم ایستاد برای صلح، برای آزادی، برای عدالت، برای خانواده، برای انسانیت و برای خداوندی که همه ما را آفریده. خیلی ممنون. برکات الهی شامل حال شما، برکات الهی شامل حال کشورهای دنیا و برکات الهی شامل حال ایالات متحده آمریکا. خیلی ممنون.